هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از سیلی هایی که چپ و راست داره به بناگوش ولایت نواخته میشه و خودشون هم به همین سیلی خوردن ها معترفن. دقیقاً موقعی که داشته به ما میگفتید که برید به جهنم شما تمام ستیزها، کت خدا داشت براتون تحریم جدید وضع میکرد و بعد رسانه هاشون نوشتن که این یک سیلی محکم در صورت ایران بود، بالاخره سیلی سختی به صورت جمهوری 11 هم زده شد در ایران، دولت ایران سیلی سختی بود. این مستاق ذلت بود. تازه این شروع عقب نشینی هاست. عظما و شیخ فری باید حالا حالا عقب نشینی کنن. شیخ فری هم لایحه بودجه رو برد مجلس و طبق معمول شروع کرد به قمپوز در کردن و خالی بندی. روابط خارجی ما باید مستحکم تر بشه. من از شما نمایندگان محترم میپرسم الان که آمریکا ما رو تحریم کرده چند کشور دنیا حامی آمریکا هستند؟ اگه بخواید بشمارید با انگشتان دست باید یا یک دست باید بشمارید که کیا حامی آمریکا هستند. آقا چی داره میگه این؟ یکی بیاد این شیخ فری رو از خواب بیدار کنه. جنگ و دعواهای باندی هم همچنان ادامه داره و چپ و راست میزنن تو سر و کله هم دیگه. به شیخ فری فقط حاجی واشنگتن نگفته بودن که اون رو هم گفتن. ما الان هم گرفتار حاجی واشنگتن هاییم، هم حاجی هم واشنگتن. یه از مکه آمده بود، بعدم رفت واشنگتن که ایران پیشرفت کنه و آمریکا کلید تو آمریکاست. ما گرفتار حاجی واشنگتنیم هنوزم. حاجی واشنگتن ها اونا میتونن ما نمیتونن. مدیر باید بریم وزیر آزو مشکلات حل کنه، بی ارزگی ها رو بگیر، پاسخگو در برابر مردم باشید، به اولویات تعریف حکومت دینی عمل کنید، به قانون اساسی عمل کنید. بله این حاجی واشنگتن خیلی دوست داشت بره واشنگتن، اما حواسش نبود که زیر پاش خالیه و چنین بلایی سرش میاد. در نظام قاراش میشه ولایت، همین قمپوزای شیخ فری هم تحمل نمیشه و اینطوری به ریشش میخندن. من و دولت من و کارگزاران این نظام انشاءالله بینی آمریکا را به خاک خواهیم مالید. اون کس که بینی آمریکا را به خاک خواهد مالید نیروهای مسلح ما هستند، دولت تو نیست، اشتباه نکن. البته من نمیخوام بگم که شما نمیتونی بینی به خاک بمالی. چرا؟ شما هزاران میلیارد وام را به حلق مالامیری ها ریختید، اون وقت بیت المال ارزش پول ملی ما میشود این. پس بنابراین شما نگو که بینی آمریکا را به خاک خواهیم مالید. این حرف حرف شما نیست، بذار دیگران بزنن. حالا خوبه طرف رئیس جمهورشونه و اینطوری زایش میکنن. قربون عمه جانتون برید با این وحدت و اقتدارتون. وقتی شیخ فری رو اینطوری میکنن دیگه تکلیف وزرای کابینش روشنه. این هم وزیر بهداشت شیخ فری و مسخره کردنش توسط دلواپسا. حکیم مهر اومده مقایسه کرده آقای آلیسون رو با آقای قاضی‌زاده که ایشون از سال 2013 تا 2018 مجموعاً تعداد مقالهشون اینقدر بوده، ایشون تعداد مقالات علمی که به چاپ رسیده و منتشر شده این عدد بوده. یعنی برنده جایزه نوبل پزشکی اینه عدد تعداد تولید مقالهش،
وزیر نخبه ما عدد تولید مقالش اینه. این جای افتخار نداره واقعا؟ جا نداره تشویقش کنیم؟ تشویقش میکنیم. البته این جماعت خودشون هم خوب میدونن که این دم آخری دیگه دلواپس و دلارام نداره، همشون باید با هم سر بخورن و کله پا بشن. از اونجایی که بسیجی‌ها و پاسدارا تو این وضعیت بد جوری وارفتن، عظما به فکر برگزاری یه رزمایش افتاد. بعد هم مثل فیلم سینمایی صحنه ها رو به هم چسبوندن تا بسیجی‌ها احساس اقتدار کنن. اما خود عظما هم میدونه که اینا همه فیلمه، وگرنه کار این جماعت وارفته به شلیک هم نمیکشه. احتمالاً با یه چنین صحنه مشابهی مواجه میشن. نگفتم ات سفگرش تفنگو. البته این رزمایش های مسخره تو نظام ولایت جدید نیستن. مثلا این معرکه گیری مضحک متعلق به یکی از اولین رزمایش های آخونداست. برنامه به این ترتیب هست که قطعات سنگ بزرگی که پرچم امریکای جنایتکار می باشد بر روی سینه یکی از برادران سپاه و نیز پرچم صهیونیست که بر روی سینه یکی از برادران پاسدار که روی زمین خوابیده قرار دارد و برادر دیگری با پتک پرچم صهیونیست و امریکا را خورد میکند. الله اکبر. الله اکبر. شنوندگان و بینندگان عزیز، عملیات رزمی برادران پاسدار هنوز ادامه داره. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. وقتی از نمایش ها نتیجه ای نمیگیرن، اون وقت به این دلغک بازی ها رو میارن. شد جمهوری اسلامی به پاخی از جاکر بنای کاخ. دشمن اصلی ما آمریکاست، آمریکا دشمن علم و هنر، آمریکا آمریکا. رنگ بنه رنگ تو خون جوانان ما، میچکر از چنگ تو عشق میان من و میهنم. من ایرانیم آرمانم شهادت. دیریری 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 دیریری. البته این جنگولک بازی ها هیچ دردی از بسیجی ها دوا نمی کنه. تنها کارایش اینه که برای خبر تو خبر سوژه خنده می سازن. البته این رو ما نمیگیم، ما خودشون میگن. اساسا رسانه های بیگانه امروز دیگه دنبال خیلی سوژه در ایران نمیگردن. یه روزی بود تو دهه 60 دهه 70 اونها به دروغ برای ما سوژه میساختن. یه موقعی بود مثلا اوایل دهه 80 ما سوژه هایی به دستشون میدادیم، اونا مجبور بودن رو همون سوژه ها کار بکنن. امروز اونقدر ما سوژه به دست بیگانگان داریم میدیم و رسانه های خارجی داریم میدیم، اون بیچاره ها هم گیج کردیم، یعنی نمیدونن چطوری انتخاب بکنن. شیخ فری تو استبل ولایت یه اعترافات دیگه هم کرد که گل اساسی به خودی بود. نمایندگان محترم، ما خدمات رو گرون به مردم میدیم. ما یعنی دولت. دولت خدمات رو گران به دولت به مردم ارائه میکنه. اگر شما میخواهید از گران فروشی صحبت کنید، لطفا نام دولت هم در این لیست بگذارید. ببینید چه وضعیتی شده که شیخ بری به جایی که از دولتش دفاع کنه اینطوری بند و آب میده و مجبور به چنین اعترافاتی میشه.
یه چیزی توی مایا. این هم یه نمونه موزیکال از جنگ و دعواهای درونی در نظام ولایت. میدونی کسن چیکار شده؟ کسن چیه؟ چیکار شده؟ نفت این ملت قمار شده. باجی که باید امارات بدی به مرحمت آقای وزیر، به مرحمت آقای وزیر 13,850,000,000 دلار شده. 13,850,000,000 دلار تو مدیریت دولت حسن 15,000,000,000 تومان از صندوق ذخیره فرهنگیانمون زدن. اینم از تدبیر دولت حسن. با این حساب موفقیت آخوندها در عبور از دیوار بحرانها یه چیزی تو این مایه ها خواهد بود. میگه شیا آخوند تانگی هم طبق معمول زده تو فاز روزه و برای مشکلات اقتصادی مردم از این نسخه های دجالانه میپیچه. آی اونایی که فکر میکنید تو دنیا کم دارید، خدا تو آخرت جبران میکنه. اونایی که فکر میکنید همه دنیاتون با فقر سخت گذشته، با مریضی سخت گذشته، با معلولیت سخت گذشته، با مشکلات سخت گذشته، خدا فرموده همه رو تو آخرت جبران میکنم. خیلی قشنگا. خرچنگ نظامم بعد از شرکت در یک مصاحبه نام خودش رو در صدر جدول مشنگای نظام تثبیت کرد. حاج آقا الان از کف بازار خبر دارید؟ شما خودتون برای خرید تشریف میبرید به بازار یا نه؟ حالا یه بار رفتم بازار و میوه خریدم دیگه کار تمامه. این کارا فقط به درد فضای مجازی میخوره که خاتمی خیلی مردمی است. من اهل این گونه کارها نیستم. کلا سمبولی میگم حاج آقا کاش همیشه همینجوری باشین. اگر شرایط اجازه ده. اما این نمیشه که فرض کن من برم برای نان خریدن دو نفر همراه من بیان تو صف وایسن. این درست. این هم یه دوربین مخفی جالب از خرما دزدی یه آخوند در مجلس ختم. کل مملکت رو خوردن بازم سیر نمیشن، از یه بشقاب خرما هم نمیگذرن. خدا ای پدر در خاک خسته بابا تو. این کارشناس ولایم اومده توی تیویریش تا به اوباش حکومتی نحوه پاسخگویی به انتقادات مردم رو یاد بده. دیگه شما که به من داری انتقاد میکنی میدونی من کیم؟ من رئیس مجلس هستم. رئیس مجلس میدونی یعنی چی؟ رئیس مجلس جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میدونی یعنی چی؟ یعنی حکومتی که در واقع توش ولایت فقیه است. ولایت فقیه میدونی یعنی چی؟ ولایت فقیه نایب امام زمان. نایب امام زمان میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که برگزیده میرسه به پیامبر. پیامبر میدونی میرسه به خدا. یعنی تو به من انتقاد میکنی داری به خدا؟ و حق جواب. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به دستاوردهای فرهنگی نظام بندازیم. نمیدونم ما فناوری خیلی های تکی در چیز داریم، در سانسور داریم. دوی اوشین اومد تو ایران، سریال اوشین آوردیم ما تو یه جوری سانسورش کردیم، بعد ژاپنی‌ها دوباره ما خریدنش. گفتن دست شما درد نکنه، خیلی داستان جدید و قشنگیه. ما اصلا فکر نمی‌کردیم همچین ظرفیت‌های سرکار خانم اوشین داره. از فرهنگ میریم به اقتصاد و تازه ترین محصولات اقتصاد مقاومتی. راستی کدوم ماشین رو توی دنیا دیدید که تو چنین وضعیتی بتونه راه بره؟ داداش چیزی رو هم بگیر کنید. اقتصاد مقاومتی نحوه صافکاری رو هم تغییر داده. به این میگن یه صافکاری کم هزینه. در پایان توجه شما رو به یه ابتکار هنری جلب میکنیم که فقط با چند تا تیله و فرفره درست شده و دست انسانم نقشی در اون نداشته.